اگر در خبرها شنیده باشید، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفته که رئیس جمهور آمریکا در حال ایجاد تغییراتی بنیادین در سیاست‌های آمریکا در قبال ایرانه. اما به نظر میرسه نشونهای این تغییر شروع به ظاهر شدن کرده. گزیده از آخرین خبرها در این باره از نظرتون میگذره. نخستین نشانه های تغییرات بنیادین در سیاست آمریکا. سایت حکومتی خبر فوری 31 تیر. هفته گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای به دستگیری یک جاسوس اشاره کرد. جاسوسی که معلوم شد یک شهروند چینی آمریکایی بوده است. سایت حکومتی استاد نیوز 30 تیر. توهین کاخ سفید به دکتر ظریف. مصاحبه دکتر ظریف با شبکه CBS. ظریف درباره آقای نمازی مورد سوال قرار گرفت که در پاسخ مدعی شد وی در زندان نیست، در حبس خانگی است و البته آزاد هم نیست که کشور را ترک کند. یک مقام کاخ سفید به این اظهارات آقای ظریف واکنش نشان داد و گفت ادعای وزیر خارجه ایران کاملا دروغ است. او یا سعی دارد دیگران را فریب دهد یا کلن از آنچه در ایران اتفاق می افتد بی اطلاع است. خبرگزاری سپاه پاسداران فارس 31 تیر. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد ایران در صورت عدم آزادی شهروندان آمریکایی با تبعات جدی و جدید مواجه خواهد شد. در طول تقریباً 40 سال ایران از بازداشت‌ها و گروگانگیری به عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری کشور خود استفاده کرده است. روشی که امروز هم با محکومیت زیو وانگ به 10 سال زندان ادامه دارد. سایت حکومتی آخرین خبر 31 تیر. مارکو روبیو: ایران باید پیامدهای آزاد نکردن باب لوینسون را بپذیرد. باب لوینسون به دلیل نظام ایران مفقود شد. من با تمام وجود باور دارم آنها می دانند او کجاست و برایش چه اتفاقی افتاده است. ما باید آنها را درباره سرنوشت، محل اقامت و نتیجه این ماجرا به طور کامل پاسخگو و مسئول بدانیم. العربیه نت 30 تیر. مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا: دونالد ترامپ در حال ایجاد تغییراتی بنیادین در سیاست‌های آمریکا در قبال ایران است. ما گام نخست را برداشتیم و در اولین اقدام رئیس جمهوری آمریکا در حال ایجاد ائتلافی از کشورهای عربی خلیج فارس و اسرائیل برای یافتن پلتفرمی مشترک به منظور متوقف کردن توسعه طلبی‌های ایران است. جمالی عضو مجلس ارتجاع 31 تیر: رابطه با آمریکا مسئله ویژه‌ای در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران است. این مسئله باید در ابتدا در رأس حاکمیت که مقام رهبری هستند حل شود، چرا که در مورد برجام نیز با اجازه ایشان بود که مذاکرات صورت گرفت. چند روزه که دوباره کارناوال نفرت انگیز تابوت‌های خالی در شهرهای مختلف کشور به راه افتاده و صدا و سیمای آخوندی و سایر رسانه‌های حکومتی طبق معمول شروع کردن به معرکه‌گیری در اطراف اون. رژیم سعی میکنه با این قبیل نمایش‌ها مثل تشییع جنازه کشته‌های جنگ در سوریه یا راه انداختن کارناوال تابوت و گرداندن اون در شهرهای سراسر کشور جای خالی جنگ رو پر بکنه. رژیم چه استفاده از جنگ میکرد؟ جنگ سرپوش اختناق بود. یعنی مثلا اگر کارگران دست به اعتراض میزدن و خواستار حقوقشون میشدن، عوامل رژیم به اونها میگفتن که خجالت بکشین، شما در شرایطی دنبال اضافه حقوق هستین که هر روز در این مملکت چندین جنازه تشییع میشه. اینها برای حفظ وطن و دین و ناموس شما رفتن شهید شدن. اگر دانشجویان اعتراض میکردن و حرف از آزادی میزدن، به اونها مارک میزدن که شما ستون پنجم صدام هستید. در حالی که کشور در حال جنگ هست، شما از داخل دارید نظام رو تضعیف میکنید. ضمن اینکه در فضای تشییع هر روزه جنازه کشته های جنگ و فضای هیستریکی که رژیم در اطراف اون به وجود می آورد، اعدام روزانه ده‌ها و صدها زندانی سیاسی مجاهد و مبارز تحت شعاع قرار می گرفت و صدای زجه خانواده هاشون در هیاهوی جنگ به گوش کسی نمی رسید و جهان خبردار نمی شد که در ایران هر روز هزاران تن از بهترین این کشور در زندان ها و شکنجهگاه ها توسط جلادانی مثل لاجوردی و فلاحیان و غیره دارن سلاخی و روزانه صدها تن به جوخه های تیرباران سپرده می شن. در حال حاضر هم رژیم همون نیازها رو بلکه شدیدتر برای تحت شعاع قرار دادن
مطالبات مردم و اقشار مختلف و برای سرپوش گذاشتن بر بحرانهاش داره. اما دیگه جنگ نیست. بنابراین سعی میکنه بخشی از این نیاز رو با هیاهو در اطراف به اصطلاح شهدای حرم و کشتهاش در سوریه و بخشی رو از طریق به راه انداختن کارناوال تابوتهای خالی در شهرهای مختلف و جنجال و تبلیغات در اطراف اونها و درست کردن مقبره برای اونها در دانشگاه‌ها و میادین شهرها تعمیم میکنه. اما این حناها بعد از 38 سال زندان و اعدام و شیادی و دجالگری رژیم دیگه رنگی نداره و جز بر خشم و نفرت از این رژیم اضافه نمیکنه. بینندگان عزیز، در این قسمت از برنامه همراه میشیم با مسعود پیرنیا تا شمایی از روزنامه‌های حکومتی امروز رو خدمت شما ارائه بکنه. مسعود سلام میکنم به تو، خسته نباشی و خواهش میکنم بفرمایید. امید سلام به تو و سلام به همه بینندگان عزیز. در عنوان‌های صفحات اول روزنامه‌های حکومتی به خصوص در باند روحانی دعوا بر سر کابینه جدید عنوان‌های زیادی رو به خودش اختصاص داده. آرمان روحانی در منگنه مطالبات و معاملات، آفتابی است. حمیدرضا عارف، پسر عارف، اگر پدر کنار نمی کشید معلوم نبود بر جامی امضا شود. اطلاعات رئیس جمهوری، وقت حاشیه سازی نیست، باید به فکر آینده کشور باشیم. ایران روحانی، دولت 12 فراجناحی خواهد بود، باید تفکر و خواسته که اکثریت به آن رأی دادند حاکم شود. بهار ورود ممنوع برای یک وزیر. برخی نمایندگان مجلس و ناظران سیاسی از لزوم عدم معرفی رحمانی فضلی برای دولت جدید میگویند. جمهوری اسلامی علی مطهری، انتخاب وزیر کشور دولت 11 نتیجه یک معامله بود که این بار نباید تکرار شود. قانون وزیر دفاعی که مدافع روحانی نبود. شکاف باند روحانی در دعوای سهم خواهی به روزنامه‌های هر دو باند کشیده. شرق اپوزیسیون نوازی با صندلی کابینه. کابینه فراجناحی دیگر چه صیغه ای است که برخی از اصلاح طلبان و نمایندگان مجلس آن را دنبال می‌کنند؟ مگر مردم خودشان نمی‌توانستند به اصولگرایان رأی بدهند که حالا عده‌ای دنبال احقاق حق آنها هستند؟ جوان موضوع چینش کابینه 12 و سهم‌خواهی جریان اصلاحات از دولت برای انتخاب مهره‌های مد نظرشان این روزها به اصلی‌ترین فاز چالش میان اصلاح طلبان و دولتی‌ها تبدیل شده است. در آستانه انتخاب کابینه 11 چالش‌ها و رقابت‌های درونی جریان اصلاحات و اعتدال اینگونه آشکار نبود و فضا گل و بلبلی بود. اما اکنون و با این آغاز تلخ و گروکشی ها پیشبینی آینده چندان دشوار نیست. اما اقدام کویت برای کاهش سطح رابطه دیپلماتیک با رژیم موضوع مهم دیگر در صفحات اول روزنامه های هر دو باند حاکمه. اعتماد دیپلماسی کجدار و مریض کویت. بهار مهلت 45 روزه کویت برای کاهش دیپلمات‌های ایرانی بازی در زمین عربستان. روزنامه سایه امیر عبداللهیان کاهش عدد دیپلمات‌های ایرانی
دور از رفتار حکیمانه امیر کویت است. کسب و کار. تعداد دیپلمات‌های ایرانی در کویت کاهش می‌یابد. اعتراض شدید ایران به کاردار کویت. جهان صنعت. پیامدهای بحران دیپلماتیک ایران و کویت. محققاً این بحران پیامدهایی را به همراه دارد که بیش از همه متوجه ایران است. به این معنی که ایران مهمترین محلل و میانجی خود یعنی کویت را در حل بحران‌های دیپلماتیک با کشورهای منطقه از دست می‌دهد. این وضعیت به معنای تنها شدن و انزوای ایران در منطقه خواهد بود. و همچنین در عنوان دیگه تناقض‌گویی‌های ظریف در خصوص رابطه با آمریکا و وضعیت برجام موضوع مقالات و عنوان‌های صفحات اول روزنامه‌های حکومتی. آفتابی است. ظریف. برای دیدار با تیلرسون مخالفتی ندارم. جوان. ظریف. حالا همه ما کمبودهای برجام را می‌دانیم. روحانی. از تخلفات آمریکا نمی‌گذریم و مقابل آنها می‌ایستیم. سیاست روز. یکی به نعل، یکی به میخ. ظریف در این مصاحبه‌های مطبوعاتی با رسانه‌های آمریکایی هم به نعل زد و هم به میخ. از یک سو آمریکا را متهم کرد که توافق هسته‌ای را نقض کرده و احتمال تصمیم‌گیری از سوی ایران درباره توافق هسته‌ای وجود دارد، از سوی دیگر راه را برای مذاکره هم بر سر توافق هسته‌ای کنونی و هم در زمینه مسائل دیگر باز گذاشت. خب امید، با این گزارش می‌رسیم به پایان گزارش خبری خودمون از رسانه‌های حکومتی. با تشکر از تو. خیلی متشکرم مسعود و خداحافظی می‌کنم ازت. خدا نگهدار. دوستان عزیز، با تشکر از اینکه بیننده برنامه امروز ما بودید و با این امید که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه، با همه شما خداحافظی می‌کنیم. موفق و پیروز باشید.